درود من آرشم اینجا کانال پرژن پویتریه و خیلی خوشحالم که امشب مهمون نگاهتون هستم پست امشب رو اصلا از دست ندید قرار مفاهیم مهمی رو بررسی بکنیم بسیار چالش برانگیز هست همونطور که خاطرتون هست چهل و یک حکایت ابتدایی از گلستان سعدی در باب اول رو با هم خوندیم تحلیل و تفسیر رو بررسی کردیم بنابراین اگر از دستش دادید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم حتما تماشا بفرمایید خالی از لطف نیست و اما خب باب اول تموم شد میرسیم به باب دوم و حکایت اولش این باب مربوط میشه به پند و اندرس های اخلاقی از زبان سعدی و خب حکایتی که امشب قرار تقدیمتون بکنم خود حکایت خیلی کوتاست اما بحث مفصل داریم در ادامه این حکایت با هم دیگه و دلم میخواد که با هم نتیجه گیری بکنیم بسیار چالش برانگیز و اتفاقا قضاوت شونده است بحثی که امشب میخوام تقدیم حضورتون بکنم و تنه به تنه قضاوت هم میزنه برای همین من استفاده کردم از این مفهوم که امشب مفهوم قضاوت رو با هم بررسی بکنیم بریم حکایت رو بخونیم و بعد تحلیلش میکنیم سعدی در حکایت اول از باب دوم گلستان میگه یکی از بزرگان پارسایی را گفت چه گویی در حق فلان آبد که دیگران در حق او به تعنه سخنها گفتند یه بزرگی داشت رد می شد یه پارسایی رو دید و خب خبرهایی هم شنیده بود از یک آبد دیگری به این پارسا که نشسته بود گفتش که در حق فلان آبد یه حرفایی میزنن که مقداری مقایرت داره با وجنات و سکنات این آبد با این زهد و تقوا و در حقیقت عبادتی که این پیشه کرده با این پارسایی این این چیزهایی که من شنیدم مردم بهش نسبت میدن یه مقداری مقایر منو نگران کرده گفت بر ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم این پارسا هم جواب این بزرگ رو میده که من که در ظاهرش خب عیبی نمیبینم ظاهرش که ظاهر یک آدم عابد و پارساست خب در مورد باطنش هم که من اطلاعاتی ندارم که به چیزی بگم غیبدان هم که نیستم از اطلاعاتی که ندارم خرج بکنم چیزی بگم نمیدونم بنابراین نمیتونم راجبش نظری هم بدم ظاهرش رو میبینم که خب ظاهرش پسندیده است مثل یک زاهد و آبد میمونه هر که را جامع پارسا بینی پارسا دان و نیک انگار ور ندانی که در نهادش چیست محتسب را درون خانه چه کار اینجوری این پارسا به اون بزرگی که این سال رو ازش پرسیده یک تنه ای هم میزنه میگه اگه لباسش و ظاهرش رو داری به شکل زاهد و پارسا میبینی هر که را جامع پارسا بینی خب منطقا اگه اونقدر اطلاعات نداری که صفتهایی که بهش نسبت میدن رو تدقیق بکنی ببینی بهش میچسبه یا نه از ظاهرش باید قضاوتش بکنی زاهدش هم که جامعه پارسا ورتن داره بنابراین بهتر اینه که او رو پارسا و زاهد و عابد و نیکمرد بپنداری ور ندانی که در نهادش چیست خب محتسب را درون خانه چه کار اگه نمیدونی واقعا در نهادش چیه اونقدر باش آشنا نیستی اونقدر ازش اطلاعات نداری که ببینی این صفت ها بهش میچسبه یا نه محتسب را درون خانه چه کار به تو چه ربطی داره که بدونی این یعنی نزدیکش نیستی اصلا اونقدری بهش نزدیک نیستی که رفتار و اعمال او روی تو تاثیر متقابلی بذاره بنابراین این دیگه قضاوت نیست فضولی اصلا دنبال چی هستی برای چی میخوای بدونی محتسب را درون خانه چه کار هم حرف پشتش هست دیگه فقه های فتوایی دارن در رابطه با این چند وقته احتمالاً شنیدینش میگن اگه فسقی در خفا انجام شد این صلاح نیست که اینو برملا بکنیم یعنی اگه کسی در چارچوب خانهش گناهی مرتکب شد بهتره که این گناه اگه تاثیر اجتماعی داره اینو در اجتماع اصلا برملاش هم نکنیم سرپوش بذاریم به ما ربطی نداره در حقیقت پیگیریش هم نکنیم از این جهت که ممکنه روی جامعه به اون فسق و اون گناه یا حالا هر چیزی که اسمش رو میذارن باز بشه و خب از همین جهت محتسب که معمور امر به معروف و نهی از منکر بود که امروز معنیشو بهتر درک میکنین چون متاسفانه میبینیدش به شکل مدرنش رو حق نداشت که داخل چهارچوب منزل کسی بره و فسق او رو پیگیری بکنه و او رو امر به معروف بکنه محتسب را درون خانه چه کار از همین منظر هست محتسب فقط فسق عیان رو باید امر به معروف و نهی از منکر میکرد همونطور که دیدید این حکایت تنه میزنه به تنه مفهوم قضاوت و خب شاید سعدی آمدانه اون فلان شخصی که یک صفات مزمومی رو بهش نسبت میدن رو خیلی دور از این پرسشگر انتخاب کرده که باش همزیستی نزدیکی نداره و میخواد نشون میده که خطر این پرسشگر رو تهدید نمیکنه و این بیشتر یک قضاوت بیمورد و فوزولیه چون میره از یک آبد و پارسا میپرسه که به فلان پارسا فلان چیز رو نسبت میدن و خب پاسخ اون پارسا هم جذابه میگه خب اگه اونقدر ازش اطلاعات نداری از نهادش خبر نداری که خب یعنی اونقدر به تو نزدیک نیست داری عملا فضول نمی کنه اصلا چه خطر احتمالی تو رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده که تو الان دنبال اینی که بدونی صفاتی که به اون نسبت میدن دقیق هست یا یعنی. نه قضاوتش قضاوت غذابت بیموردی است اطلاعات کافی هم نداری برای قضاوت کردنش و خب محتسب رو درون خانه چی, کن؟ چی کار داری هر کاری میکنه میکنه قرار نیست خطری تو رو تهدید بکنه و توی همچین شرایطی چاره ای نداری وقتی اطلاعاتت کافی نیست بر اساس همون ظاهرش اگه ظاهرش جامعه پارسا تنشه تو هم فرض بکن و این گونه بپندار که او پارساست اما بریم ببینیم که آیا ما نه در کلام بلکه در واقعیت میتونیم کسی رو قضاوت نکنیم یا من بهتر بگم واقعا این جمله درسته که ما نباید همدیگر رو قضاوت کنیم من درک میکنم که مسائل اخلاقی و تربیتی خیلی سیال هستند. یعنی وابسته به زمان و مکان و جامعه و فرهنگ و غیره هستن خیلی سیال هستن به همین دلیل میخوام جملاتی رو مثال بزنم که خیلی ترند و مشهور هستن تربیتی و اخلاقی هم هستن که به نظر شخص خودم من نظر شخصی خودم رو دارم میدم کاملا غلط هستن و متاسفانه ما دائما اینها رو تکرار میکنیم خب با علم این که این نظر شخصی منه و نظر من رو شما قضاوت خواهید کرد چون خودم شخصا معتقدم که ما نه تنها باید بلکه چاره ای نداریم که هم رو قضاوت بکنیم عملا باید این کار رو بکنیم میدونم که قضاوت میکنید شما هم و من آمادگیش رو دارم با علم به این موضوع این مسائل رو بیان میکنم و نظراتتون رو تک به تک در این زمینه میخونم چون خیلی مهمه و امیدوارم مشارکت کنید نظراتتون رو کامنت بکنید به اشتراک بذارید که این نتیجه گیری بتونیم با هم بکنیم و این تضارب آرا هم قطعا خواهیم داشت زیر این پست در کامنت ها که جذاب هست حتما کامنت های همدیگه رو هم بخونید به هم اضافه میکنیم این گونه و حتی میتونیم الان که دارید این پست رو میبینید فردا شب یا پس فردا شب یه لایف هم در اینستاگرام داشته باشیم من استوری داخل اینستاگرام میذارم که در جریان باشید لینکش رو هم اینجا میذارم اگه تونستید فالو بکنید که لایف با هم در این رابطه صحبت رو مطرح بکنیم با هم یه مباحثه جذابی بکنیم من چند نمونه از این جملات رو میگم که خیلی ترند و مشهور هم هستن و به کلی غلط هستن نمونهش خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو اینا همه جملات تربیتی بوده که شاید نسل‌های گذشته ما استفاده می‌کردن بعضی‌هاشون ممکنه در گذشته سازوکار کارآمدی بوده باشن و الان نبوده باشن و بعضی هاش حتی در گذشته هم به عقیده من غلط بودن این, این نمونهش بود خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو خب این شاید برای حفظ امنیت شخصی در یک جامعه کمک بکنه اما این پیشنهاد واقعا چیزی از شخصیت و کرکتر آدم باقی نمیذاره که شما لحظه به لحظه هر جا که هستی باید ماسک به صورت بزنی و خب واقعا چیزی از شخصیتت باقی نمونه جمله غلط بعدی عقل سالم در بدن سالم آدم میتونه متوجه بشه که چرا این داره بیان میشه که آقا به سلامت جسمانیتون برسید خوبه ولی این یه جمله غلطیه یه اگر په آنگاه کیو برگشتیه یعنی شما از انتها به ابتدا هم میتونید بخونیدش دیگه عقل سالم در بدن سالم اگر په آنگاه کیو خب بنابراین در هر بدن سالمی هم باید عقل سالم شما یافت بکنید واقعا میکنید اینگونه است یا اگر بدن کسی سالم نیست ما باید به عقل و روانش هم شک بکنیم دقت هم میکنید که این کاملا قضاوتی است دیگه یعنی از ظاهر شما میتونید راحت قضاوت بکنید و این یک مزامین مقایسه ای و اتفاقا یک عبارت تربیتی بوده در گذشته جمله دیگه این مرد نباید گریه کنه حالا این رو امروز پدر مادرها کمی آگاه تر هستن فکر نمی کنم فکر می کنم کمتر استفادهش بکنم ولی نسل ما بسیار شنیده این رو که مرد نباید گریه کنه شما میدونید این به یک پسر بچه که به باور رسیده در رابطه با این موضوع چه فشار عصبی سنگینی وارد میکنه که اگه در یک تنگنا قرار بگیری اشکی هم در چشمش حلقه بزنه احساس میکنه که نه اون علمان های لازم برای مرد بودن رو نداره اصلا از چه قاعده این پیروی میکنه نه تنها یک بچه کوچک و یک خرد سالیک یک پسر خرد یک انسان بالغ یک مرد بالغ هم باید بتونه گریه بکنه وقتی تحت فشار هست وقتی غم داره خیلی اشتباهه جمله بعدی که من شخصا خودم باهاش جدا بد جوری مشکل دارم سهرخیز باش تا کام رو باشه بله من میدونم هممون میدونیم که صبح زود بیدار شدن به واسطه انرژی که از خورشید ساطع میشه اینکه شما از طلوع تا غروب بیدار باشید خب یک منافع میتونه اگه ساعت بیولوژیکیتون هماهنگ باشه باش براتون داشته باشه ساعت انرژی رو در بدن میبره بالا اونجور مسائل ولی این جمله که شما برای کامروا شدن نیاز هست سهرخیز باشید صدر تا زیلی را داره کامروا شدن و موفقیت نسبت مستقیمی با ساعت خواب و بیداری نداره که اصلا چه ارتباطی به هم داره اونم در جوامع مدرنی که زندگی 24 ساعته در جریانه شما نمیتونید به یک مدیر موفق بالادستی که در یک نیروگاه برق شیفت شب باید کار بکنه بگید تو کامروا نیستی و موفق نیستی چون صبح زود بیدار نمیشی یا نمیتونید به یک پزشکی که شیفت شب داره یه همچین حرفی رو بزنید این ضرب مسئله های تربیتی مال زمانی بود که زندگی از زمان طلوع خورشید تا غروب خورشید در جریان بود و زمانی که خورشید در آسمون نبود برقی هم نبود همه جا خاموش بود ارتباطات قطع بود و خب زمان استراحت بود نه الان که جامعه 24 ساعته در حال تنش و کنش و واکنش هست شما برای ارتباط با اون سر دنیا مم... ممکنه نیاز باشه نیمه شب بیدار باشی که بتونی ارتباط برقرار بکنی و خب اساسا خیلی از شغل ها الان شغل های شبان است و اگه این مشاغل نباشن اتفاقا ما میتونیم امنیتمون رو از دست بدیم ما میتونیم آسایشمون رو از دست بدیم ما میتونیم ارتباطاتمون رو از دست بدیم و خب خیلی بی‌انصافیه ما اگه با این جمله بریم جلو یعنی آدمایی که نمیتونن صبح زود بیدارشن یکی از علمان های مورد نیاز برای کامروا شدن و موفق شدن رو ندارد نمیخوام سطحی بحث بکنیم ها حتما تو کامنت ها نظراتتون بنویسید ولی چون میدونم مخالفت های بسیاری خواهد شد با این جملات چون هنوز در سنت خیلی آمون گیر کردیم البته این هم نوعی از قضاوته که من دارم میکنم چون ممکنه برای مخالفتتون دلیل های منطقی هم داشته باشید ولی نمیخوام سطحی بحث بکنیم میدونیم من همین رو میدونم همه ما این رو میدونیم که خب عموم مردم صبح بیدار میشن تا شب کار میکنن شب میخوابن تا صبح و خب اگر شما این قاعده رو به هم بزنید و نتونید صبح بیداشید احتمالا شما هم یک سری قضاوت اجتماعی خواهید شد یعنی مقدار همزیستی با شما سخت خواهد بود اما این جمله غلطه برای اینکه شما به کسی فشار بیاری ساعت خوابش رو گونه بکنی که عموم مردم میخوابن بگی اگر فلان ساعت سحرخیز نباشی کام روان شد جمله بعدی که خیلی عجیب و غریبه و میدونم که احتمالا خیلی از شما خورده خواهید گرفت به من که این حرف رو دارم میزنم یعنی از نظر من این غلطه اینی که از روی ظاهر آدم قضاوتشون نکنیم اینم غلطه واقعا یه مقداری رومانتیکه بیش از این که غلط باشه خیلی رومانتیکه یعنی خیلی قشنگرگر اگر اینجوری میبود ولی خب همچین چیزی نیست من چند مثال برای شما میزنم که بهتر درک بکنید اگر کسی بهداشت شخصیش رو رعایت نکنه یک بار این رخ بده حالا بیاد مثلا کنار شما بوی بعدی ازش ساطع بشه یک بار رو شما ممکنه با دیده اغماز بهش نگاه بکنید ردشه بره ولی اگر چند بار این اتفاق بیفته این به شما هیچ دیتا و اینفورمیشنی نمیده ظاهر این آدمه دیگه میتونه چندین اطلاعات به شما بده ممکنه حرفش جایی باشه که اینجوریه خب حالا مثلا ممکنه به بهداشت شخصیش اهمیت نمیده ولی اگر شما هیچ وقت این آدم رو تو شرایطی نبینید که به بهداشتش اهمیت داده باشه این به شما اینفورمیشن و دیتای کافی برای قضاوت در رابطه با اینکه این آدم به بهداشتش اهمیت نمیده و احتمال مریضی حتی ارتباط با این آدم داره به شما نمیده اگه کسی رو شما دائما ببینید که لباس آراسته نپوشیده چی فکر کنیم به اینا ممکنه یک بار پیش بیاد شما با یک نفری قراری دارید زمینی خورده نرسیده اصلا اتفاقی افتاده نتونسته لباس آراسته ای به تن داشته باشه بحثم از لباس آراسته هم لباس برند و گرون و این حرفا نیست اصلا به این اینا خزعبلات من کاری ندارم به امکان این مسائل کاری ندارم یک نفر میتونه هر لباسی که میبوشه اون لباس تز... تمیز باشه وقتی که مقابل شما ظاهر میشه اون لباس اتو شده باشه اگر چندین بار این اتفاق رخ بده این حادثه به شما یک دیتا و اینفورمیشنی نمیده اگر هر بار که شما میبینیدش لباس مرتبی نداشته باشه و لباس تقریبا کثیف به تن داشته باشه این به شما چی میگه من مثال دیگری میزنم اگر کسی رو شخصی رو شما ببینید اینا میتونه اطلاعات خوب و بد به شما بده ها منظورم از قضاوت قضاوت بد نیست فقط این که میگیم از روی ظاهر آدم ها قضاوتشون نکنیم این قضاوت میتونه خوب باشه یا بد باشه ما همیشه اینو از منظر بد نگاه میکنیم مثلا فردی که شما دائما میبینیدش ولی مناسب با یک جمعی لباس نمیپوشه مناسب با یک ایونت خاصی که همه با یک مدیوم و یک چارچوبی حاضر میشن او به گونه دیگری ظاهر میشه این به شما اینفورمیشن نمیده. این به شما دیتای لازم برای قضاوت شخصیت این آدم رو نمیده یا حداقل یک دیتای خیلی قلیل به شما در رابطه با یکی از وجوه شخصیتی این انسان نمیده. این انسانی که من برای شما الان تصویرش کردم، اونی که بهداشت شخصیش رو رعایت نمیکرد یا اونی که لباس تمیز نمی پوشید یا اونی که لباسش رو اتو نمیکرد هیچ اهمیتی نمیداد به این موضوع. ممکنه به شما این اطلاعات رو بده که حالا علی رغم اینکه ممکنه شغلش باعث شده باشه که این هم یکی از این اینفورمیشن هاست ممکنه آدمی باشه که واقعا به این موضوع اصلا اهمیت نمیده کمترین برداشتی که میتونید ازش بکنید اگرم نخواهید برداشت خیلی منفی ازش بکنید اینه که اصلا براش اهمیت نداره که کی راجبش چی فکر میکنه میتونه از منظر شما از دریچه چشم شما این خوب باشه بد باشه کاری ندارم ولی این اینفورمیشن رو که به شما میده یعنی شما در آن واحد به محض اینکه میبینیدش یک سری المانی برای قضاوت شخصیت او پیدا میکنید یا آدمی که عرض کردم همیشه متفاوت با بقیه میخواد لباس بپوشه حتی اگر در یک ایونتی باشه که یک چارچوبی داره حتما براتون پیش اومده که شما لاجرم مجبور میشید نگاش بکنید یا او هم به شما این این, المان تصویری به شما این رو میگه که یا او هم هیچ اهمیتی نمیده به اینکه مردم چی بهش فکر میکنن یا نه یه برداشت دیگه هم میتونید بکنید دو برداشت دیگه میتونید بکنید یکی از برداشتاتون اینه که خب شاید شرایط امکانات مالی رو نداره که برای هر ایونتی لباس مناسب اون رو تهیه بکنه خب اوکی درکش میکنید دیگه کم کم اگه آدم باشه که نزدیکتون باشه اطلاعات بعدی هم میاد متوجه میشید که خب چرا این کار رو میکنه چرا این گونه ظاهر میشه اما اگر بدونید که نه امکانش رو داره چی اولین چراقی که در ذهن شما نه در ذهن شما خداگاهانه ها ناخداگاهانه روشن میشه اینه که این آدم الوغمند به این که جلب توجه بکنه دوست داره دیده بشه شما ناخداگاه این قضاوت رو در ذهنتون دارید اصلا مگه میتونید نکنید این قضاوت رو در یک جمعی که همه با یک چارچوبی لباس پوشیدن او به یه گونه دیگری است که اصلا عرف نیست از عرف خیلی دوره و خب این به شما میگه که یک دلیلی داره دیگه ناخداگاه ذهن شما میره قضاوت میکنه که جستجو بکنه او چرا این کارو داره میکنه و خب میتونه از این دریافت های متفاوتی داشته باشه اساسا نوع پوشش به شما اطلاعات نمیده شما یک فرد معمم رو ببینید یک فردی که امام روی سرش داره آخونده به عنوان مثال نمیتونید اطلاعات کافی از بخش اعظمی از طرز فکرش پیدا بکنید آیا میتونید مقابله بکنید با این قضاوتی که ذهنتون داره میکنه آیا اصلا باید مقابله بکنید خب وقتی که او رو میبینی الان بحث درست و غلطی تفکرات اون آدمی که امام روی سرش گذاشته رو نمیکنه الان بحث صحبت ما این چیزا نیست خیلی نمیخوام سطحی بس کنم داریم فلسفی با هم دیگه صحبت میکنیم وقتی که او رو میبینید جدا برام بنویسید هیچ پیش زمینه ای پیدا نمیکنید لباس او به شما نمیگه که او اگر این لباس رو پوشیده به یک چیزهایی اعتقاد داره یا نداره حداقل داره ریا میکنه هر چی اون لباس از ظاهر شما قضاوتی پیدا میکنید حتی محل تردد او رو میتونید تخمین بزنید که او به کجا میره به کجا میاد حتی ممکن ارتباطات او رو بتونید تخمین بزنید و اگر خداگاهانه هم نخواهید این کارو بکنید کافی او از کنار شما رد بشه و نشناسیدش ناخداگاه شما برای شما این کارو میکنه جمله جذاب دیگری که غلطه تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها فاجعه استیم این چه فشاری به یک انسان میاره به ویژه در جوامع مدرن که سرعت انتقال داده ها وحشتناکه اگر یک شایعه با قصد و قرض و مرض خاصی علیه کسی پخش بشه این معنیش اینه که اگر در شمار و تعداد چشمگیری یک حرف به گوش ما خورد ما باید سندیتش رو هم تایید بکنیم خب خیلی ها ممکنه بگن زمین صافه ما باید بپذیریم بسیار به این موضوع برخورده جملات قصاری رو میشنویده جمله رو نوشتن اسم یک بزرگی رم زیرش هک کردن و به واسطه این اسم میخوان به اون جمله اعتبار بدن و خب چون متعدد هم دیده میشه مخصوصا در شبکه های اجتماعی به همین دلیل ذکر کردم که سرعت انتقال داده خیلی زیاد هست به همین دلیل مردم سعی میکنن در قضاوت های عمومیشون قضاوت روزانهشون خیلی از این اطلاعات رو پس بزنن سریعتر تصمیم گیری بکنن ما باید بپذیریم این جمله از فلان شخصه خودش هم که نیست الان فریاد بکشه که نه اینگونه است من دیروز اتفاقا دیروز پیروز بود خیلی عصبانی شدم یک شعری رو یک نفر داشت میخوند و عکس مولوی رو گذاشته بود روش گفت من با دین ندارم هیچ کار پیش من دین ها ندارند اعتبار و زیرش هم نوشته بود مولوی یک مصنوی بلند بالایی هم بود که مزخرف محض بود چون کسی که ذره ای آگاهی از اندیشه مولوی داشته باشه میدونه که حالا چه خوب چه بد غرق در دین بوده شما مصنوی رو بخونید یک بخش هایی بله مفاهیم بسیار زیبا و جذابی هم داره ولی یک بخش هایش غرق در دین و بسیار 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 مفاهیم غلطی داره که برای زندگی مدرن امروزی سم هستن بنابراین چجوری میتونی یک همچین چیزی رو از مولوی دور بکنید خب او هم در زمان خودش سخن گفته و اگر کتابش رو در زمان خودش بخونید کتاب تربیتی و اخلاقی و عرفانی خیلی جذاب هست ولی امروز برای اینکه کمی روی برخی از این سخنان رو پاک کنیم که نمیتونیم شعر بگیم خودمو و بعد نسبتش بدیم به فلان شخص بگذاریم بنابراین تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها فاجعه میتونه درست بکنه فرض بکنید یک فردی رو که در جامعه متهم شده با شایعه به اینکه تجاوز جنسی کرده به یک کودک و خب حالا تبرئه شد اما این اتهام همیشه در جامعه دنبال او هست این مثال رو داشته باشید برای تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها عرض کردم از جانب منفی قضاوت عرض کردم ما که ما نمیتونیم همچین قضاوتی کنیم چون همه دارن میگن ما هم سندیتش رو تایید بکنیم ولی این مثالی که عرض کردم آخری رو اینکه فردی در جامعه متهم شده باشه به تجاوز جنسی به کودک و خب اصلا در کرد و در دادگاه هم تبرئه شده باشه ولی خب این در جامعه دهن به دهن بچرخه. این رو داشته باشید خیلی باهاش کار داریم جمله دیگه غلط هر جا بری آسمون یه رنگ غلط هن در غلط این جمله که استفاده میشه وقتی یک شخصی از مکان زندگیش راضی نیست و قصد داره مکان زندگیش رو عوض بکنه مهاجرت بکنه یا هر چیز دیگری از این منظر ولی رنگ آسمون صرفا بیان نشده بله طرف میخواد مهاجرت بکنه و خب میخوان باش مخالفت بکنن که خب هر جا بری آسمون همین رنگیه دیگه شرایط همینه بله خب هر جا بری آسمون که شما آبی میبینیش ولی چشتو که بیاری پایین زمین رو ببینیم نه یه تفاوتهایی داره اینکه غلطه این گونه نیست اصلا نه ممکنه یک سری محدودیت ها در یک جامعه هست یک سری ها در یک جامعه نباشه. نه هر جو بریم آسمون واقعا یک رنگ نیست ممکنه برخی از مشاقل برخی از اشخاص برخی از ایده ها برخی از گرایش ها در یک بخشی از اجتماع جهانی نتونن متولور بشن در بخش دیگری متولور بشن غلطه جمله دیگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب برای تصمیم گیری در یک موقعیت بحرانی این تفکر منطقی نیست که هیچ خطرناکه چون ممکنه باعث رها کردن یک موقعیت خطرناک به حال خودش بشه در صورتی که ممکنه با تدبیر حل بشه یعنی یک ریسک وحشتناک حالا آب که از سر گذشت دیگه نریم سراغش دیگه چه یک وجب چه صد وجب مثال دیگری که تا دههای پیش استفاده میشد ازدواج مثل یک هندونه سربسته یا دربسته است مثلا یعنی چین. شما میدونید این منجر به چه فاجعه ای می میشه اگر این عبارت در ذهن یک نفر که میخواد ازدواج کنه نقش ببنده یا جلوگیری میکنه از اینکه ازدواج بکنه یا پذیرفته این رو که بدون آشنایی باید بره ازدواج بکنه چون یه هندونه در بسته یا سربسته است دیگه باید بره داخلش که ببینی چیه دیگه حالا ممکنه خوب از آب در بیاد یا نه نه شما قبلش باید بشناسی اینا تمام تفکرات سنتی است که اون موقع شناختن دو نفر رو قبل از ازدواج خیلی چیز بد و ناپسندی میدونست برای همین براش عبارت تولید کرده بود برای همین براش پروپاگاندای کلامی تولید کرده بود هر چیز که خار آید یک روز به کار آید فاجعه است یک جماعت آشغال جمعکن قرار جمع بکنه این عبارت غلطه شاید روزی زمانی که دسترسی به انواع و اقسام کالا اینقدر مثل الان میسر نبود این عبارت میتونست منطقی باشه که شما هر کالایی رو میخواستی باید بسیار زحمت میکشیدی به دست بیاری اون کله دنیا بود بعد با شطور و گاو و اسب و فلان و اینا جابجا جا میکردن میرسید به شما ممکن اون هر چیزی رو نگه داری که یه روزی به کار بیاد نه برای جامعه امروزی که مناسب نیست و میبینید احتمالا توی پدر و مادر بزرگامون هنوز هم بیا از این تفکر رو دارید میبینید که همه چیز رو نگه می‌دارن. یا جمله ناراحت کننده ای که به عزیزان معلول میگن که معلولیت محدودیت نیست بسیار غلط این جمله معلولیت خود محدودیته شما این چه فشاری به یک عزیز معلول ساطع میکنه چه فشاری روی دوش او میذاره اگر در جامعه موفق نشه چی فکر؟ من میدونم که این جمله برای چی تولید شده اینکه به او انگیزه و امید بده برای اینکه خب اوکی تو میتونی کارتو انجام بدی و معلولیت نباید برای تو محدودیت ایجاد بکنه ولی واقعیت اینه که حتما از ذریچه چشم او باید ببینید معلولیت محدودیت قطعا محدودیته و خب اگر اون نتونه موفقیت برسه و احساس محدودیت بکنه این بار رو رو دوش خودش میذاره و فشار بهش میاد و از اون سمت شما هیچ موقع نمیتونید اگر یک معلول رو در یک رتبه بالا و در قله موفقیت میبینید میزان تلاش او رو با یک آدم سالم مقایسه بکنید قطعا بیشتر زحمت کشیده چون قطعا بیشتر محدودیت داشته بنابراین این جملاتی هم که از نظر من غلطن البته عرض کردم از نظر من احتمالا خیلی از شما رو ناراحت میکنه و مهمترین جمله ای که از نظر من خیلی غلطه و در این در حقیقت حکایت بهش پرداخته شد این جمله است که ما نباید همو قضاوت بکنیم خیلی جمله رمانتیک و قشنگیه نه اگر امکان پذیر بود خیلی زیبا بود ولی از منظر من و به عقیده من از منظر فلسفی یک شوخی بیشتر نیستین چون نه تنها غیر ممکنه بلکه ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد چه تحمل شنیدنش رو داشته باشیم چه نداشته باشیم همیشه قضاوت میشیم هر آن قضاوت میشیم و هر آن قضاوت میکنیم بریم بپردازیم به, به این موضوع قضاوت اساسا یک ویژگی برجسته نوع بشر و انسانی است نه که فقط مربوط به انسان باشه حیوانات هم دارن این موضوع این کمین کردن خودش یک قضاوت از شکار و احتمال خطر هست که کمین میکنه ولی خب چون تکامل انسان از انسان یک موجود پیچیده تری ساخته این قوه در انسان هم بیشتر تکامل پیدا کرده و بهتر و بیشتر قضاوت میکنه و خب از اونجایی که قضاوت یک جزء غیر قابل اجتناب همونطور که گفتم از تجربیات روزانه ماست ما بهتر اصلا اساسا بپرسیم چرا و چگونه و کی قضاوت میکنیم من برای این موضوع برمیگردم عقب تاریخچه قضاوت در جوامع انسانی رو شما بررسی بکنید همونجوری که انسان تکامل پیدا میکرد توانمندی قضاوت هم پیشرفت میکرد در انسان از قبایل باستانی بگیرید که دنبال خوراکجویی بودن تا امپراتوری های بزرگی که در میانه تصمیمات سیاسی قرار داشتند و بعد قضاوت میکردن قضاوت همیشه یک نقش کلیدی داشته قبایل اولیه رو در نظر بگیرید در دوران های اولیه تاریخ انسانی اساسا قضاوت یک مهارت زندگی بود فراموش نکنید اینکه که داریم میگیم این جمله رو بیان کردم که ما نباید همو این جمله غلطی که ما نباید همو قضاوت کنیم به فضولی ارتباطی نداره به خود مفهوم قضاوت که میتونه خداگاهانه یا ناخداگاهانه باشه من دارم اشاره میکنم حالا جلوتر متوجه عرایز بنده میشید می در دوران اول در دوران های اولیه تاریخ انسانی خود قضاوت یک مهارت زندگی بود دیگه زمانی که انسان ها دنبال خوراک میگشتن یا پناهگاه میگشتن قضاوت در مورد چیزهایی مثل اینکه آیا یک حیوان خاصی برای شکار مناسب هست یا نه یا خطرناکه یا اینکه یک منطقه برای ساکن شدن امن هست یا نه خطرناکه خیلی حیاتی بود دیگه میای جلو در جوامع سنتی و تقلیدی با پیشرفت جوامع و سازماندهی گروه های بزرگتر قضاوت دیگه پیچیده تر می شد دیگه در این دوران قضاوت ها اغلب بر اساس قوانین و سنت ها و مقررات اجتماعی انجام می شد که خب ممکن بود هیته به هیته و محیط به محیط هم با هم فرق بکنه ولی یک عرف اجتماعی برای قضاوت بین مردم نه فقط در دادگاه ها نه فقط برای جرایم بین مردم هم یک عرفی تشکیل شده بود میاد جلوتر میرسید به امپراتوری های بزرگ و تمدن های باستانی خب در این امپراتوری ها فرهنگ ها و تمدن ها با هم برخورد میکردن دیگه و قضاوت یک ابزار سیاسی فرهنگی میشد قضاوت در مورد امور مختلف بود دین بود سیاست بود اقتصاد بود اساسا همین قضاوت هایی یک نقش بسیار مهم در شکل دهی تاریخ بشر و این تمدن ها داشت بعد از اون میرسیم به عصر فکری و تطور فلسفی با شروع این عصر و تأکید بر فهم و تجزیه و تحلیل منطقی قضاوت یک معنای جدید هم پیدا کرد فیلسوفان معتبری مثل کانت و هیوم اساسا در رابطه با ماهیت و مبانی قضاوت فلسفه دارن اگه مطالعه بکنید و میرسیم به دوران مدرن که امروز درش هستیم و دوران پس و مدرن که اساسا دیگه چالش ها و پیچیدگی های جدیدی در حیطه قضاوت به وجود اومده و یک فرایند روزانه شده یعنی ما اصلا نمیتونیم از قضاوت کردن اجتناب بکنیم در تمام جنبه های زندگی ما چه فردی چه گروهی چه سیاسی و چه اجتماعی فرهنگی اصلا چاره ای نداریم به غیر از قضاوت دائمی از صبح تا شب حالا نوع بشر از ابتدا تا به امروز چگونه قضاوت میکرده مکانیزمش چی بوده میخوام علم پشت پرده این قضاوت ها رو هم ببینیم دیگه روانشناسی و علوم اعصاب تحقیقات بسیاری در این رابطه انجام دادن و خب این تحقیقات نشون هم دادن به این نتیجه رسیدن که همونطور که گفتم ما مغز ما اساسا دو گونه قضاوت میکنن یک بخشش مربوط به مغز خزنده ماست و ناخداگاه یک بخشش هم خداگاهان است چون ما وقتی از مفهوم قضاوت میشینیم صحبت میکنیم و در یک جمله خیلی ساده میگیم ما نباید همو قضاوت بکنیم و نمیدونم فرد رو از عملش باید جدا کنیم و این صحبت ها ممکنه خیلی ساده به نظر بیاد مفهوم قضاوت ولی پشت پردش عوامل روانشناختی هست عوامل عصب شناختی هست عوامل فرهنگی عمیق و پیچیده و اجتماعی هست و اساسا بررسی علمی قضاوت نشون میده که چه تاثیرات مختلفی رو ما از اجتماع میگیریم اصلا اساسا چه تاثیرات مختلفی رو عصبهای ما روی ما میذارن دریافت های ما و تجربیات ما میذارن و روی تصمیمات و اندیشه های ما دارن این تصمیمات عرض کردم یکی از این عوامل عوامل عصب شناختی به عنوان مثال مغز ما اساسا برای شناختن و فهمیدن دنیای اطرافمون طراحی شده وقتی با یه موقعیتی مواجه میشیم ناحیه های مختلفی از مغز ما فعال میشن که واقعا باور بفرمایید یک بخش اعظمش ناخداگاه ها یعنی اصلا دست ما نیست مغز ما کار خودش رو میکنه من مثال میزنم یک ناحیه در مغز داریم و بهش میگن در قضاوت های مربوط به تهدید و خطر نقش داره اصلا وای نمیسه ما اقدام بکنیم خودش کارش رو میکنه در حالی که ناحیه پیش پیشانی مغز ما در تصمیم گیری های منطقی و استدلالی دخالت و دلالت و فعالیت میکنه رفتارهای ذاتی و یادگیری چقدر ممکنه تاثیر بذاره بسیاری از قضاوت ما مبتنی بر تجربیات و یادگیری های گذشته ماست دیگه اگر در گذشته با یک موقعیت خاص یک حس بد یا خوب داشته باشیم این تجربه ممکنه روی تصمیمات و قضاوت آتی ما هم تأثیر بذاره من همه اینها رو دارم میگم که تأکید معکد بکنم که میدونم چقدر قضاوت ما میتونه غیر منصفانه باشه حالا در ادامه بهش میپردازم تاثیر فرهنگ یکی دیگش فرهنگ ما نقش بسزایی در شکلی به نحوه قضاوت ما داره من مثال برای شما میزنم در برخی از فرهنگ ها تاکید مؤکد به موفقیت مستقل و فردی میشه در برخی از فرهنگ ها تیم و همکاری گروهی ارزش بیشتری داره اون اگه در خودمون هم جستجو بکنیم در ما ایرانی ها این رو میبینیم ما خیلی تیم رو خوب انجام نمیدیم و موفقیت برای ما خیلی موفقیت فردی است خب این تاثیر اجتماعی است تاثیر فرهنگی است این تفاوت های فرهنگی میتونه روی نحوه قضاوت ما از مفاهیمی مثل موفقیت شکست و مسائل اینگونه گونه تاثیر بذاره بعدیش میتونه تاثیر اجتماعی باشه اصلا لاجرم دیگه من نیازی نیست صحبت بکنم اغلب ما تحت تاثیر نظرات و واکنش های دیگران قرار میگیریم چه خوشمون بیاد چه نیاد چه وانمود بکنیم برای ما هیچ اهمیتی هم نداره که کی راجع به ما چگونه فکر میکنه؟ بله شاید در اون بخش خداگاهانمون که دلمون میخواد این گونه باشه بله ولی بخش ناخداگاهی هم ما داریم که دسترسیمون بهش به این سادگی ها نیست و اون نظرات و تاثیرات رو میگیره و آنالیز میکنه و روی تصمیماتش تأثیر میذاره چه به طور مستقیم چه به طور غیر مستقیم این اسمش فشار اجتماعی است این فشار اجتماعی هم میتونه روی قضاوت و تصمیمات ما تاثیر قابل توجهی داشته باشه راهبردهای قضاوت هم میتونه تاثیر داشته باشه انسان اساسا این هم یکی دیگه از الگوریتم های ذهنی انسان به ویژه بشر مدرن است برای ساده تر کردن دنیای پیچیده اطرافمون ما یک استراتژی ها و الگوهایی رو اتخاذ میکنیم و این الگوها به ما کمک میکنن که با سرعت کمتر و با نیاز به تعداد کمتری از اطلاعات ما قضاوت کنیم خب همین الگوها میتونن یه وقتهایی منجر به قضاوتهای غلط و تعصب‌های نادرست هم بشن حالا من راجع به اثرات فرهنگ و جامعه صحبت کردم اینو یه ذره من دلم میخواد بازش بکنم چون هر فرهنگی و هر جامعه نگرش متفاوتی به مفهوم قضاوت دارن در برخی از جوامع اساسا قضاوت کردن ممکنه به عنوان یک المان هوش مورد ستایش قرار بگیره در حالی که در جوامع دیگری این کاملا میتونه به چرخه و یک نماد و نمودی از نادانی و تعصب باشه که و بی احترامی باشه که اتمالا بخش اعظمی از ما درگیر این تعریف هستیم که این قضاوت کردن کسی رو قضاوت کردن بی احترامی این نادانیه که کسی رو با کمبود اطلاعات ما قضاوت بکنیم فرهنگ و جامعه بنابراین دو تا عامل مهم در نحوه شکل دهی به تصمیم گیری و قضاوت ما هستند و خب این ممکنه به شکل آشکار و نهان وجود داشته باشه دیگه ولی اغلب به شکل نهفته میمونه مثالی زدم برای شما از فرهنگ های جمعگرا و فردگرا یه مقداری بازش میکنم ببینید تا کجا ممکنه جلو بره این مسئله یکی از معروفترین تفاوت های فرهنگی این تفاوت بین فرهنگ های جمعگرا و فردگرا توی فرهنگ های جمعگرا که خب بیشتر شما در کشورهای آسیایی میبینیدش ارزش های گروهی و هماهنگی با دیگران خب مورد توجه دیگه در یه همچین فرهنگ های قضاوت یک فرد میتونه مبتنی بر چگونگی تعامل او با گروه و وفاداریش به جمع ها باشه مثل خانواده به با عنوان مثال در یک چنین فرهنگی که حتی میتونه کار گروهی رو خوب انجام نده اما وابستگیش به یک سری از جوامع میشه نماد ارزش فرد وقتی به خواسته های خانوادش اهمیت میده ورای اینکه درست هستن یا غلط پدر و مادر به هر طریقی براش محترمن و هیچ موقع نمیشه بالای حرفشون حرفی زد حتی اگر اشتباه بکنن این افراد محترم شمرده میشن و بیشتر مورد تحسین قرار میگیرن در این گونه جوامع حالا شما این رو فاصله بگیرید برید در جوامعی که درگیر ایندیویدوالیسم هستن فردگرایی هستن مثل آمریکا یا بسیاری از کشورهای غربی که مستقل بودن و خلاقیت و بیان فردیت بیشتر مورد تاکیده اونجا شما اگر خانواده هرچی میگن بگی چشم حتی اگر غیر منطقی باشه خب حالا اون موقع به نحوه دیگری قضاوت میشی بنابراین باز هم دارم تاکید موکد میکنم باز هم تاکید موکد میکنم که خاطرتون باشه وقتی دارید نظراتتون رو مینویسید میدونم این مسائل رو و میدونم که شما هم میدونید که این این پارادوکس ها چقدر میتونه در قضاوت ما تاثیر بذاره وقتی یک فردی رو که در غرب بزرگ شده میاد در شرق رفتارش رو میخوایم قضاوت بکنیم خب ما در قالب و کالبد او نبودیم زندگی او رو نداشتیم نمیدونیم چی گذشته چی نگذشته و خب میتونیم و قضاوت ما میتونه بسیار غیر منصفانه باشه و بالعکسش یه نمونه دیگهش استاندارد های زیبایی که من بارها راجبش در پوست های دیگه هم صحبت کردم قضاوت در مورد زیبایی فیزیکی هم تحت تاثیر جامعه و فرهنگ قرار میگیره در بعضی از فرهنگ و بعضی از رنگ های پوست زیبان بعضی از رنگ های پوست زشت ممکنه بیان بشن به غلط ثروت و ارزش اجتماعی مورد احترام قرار میگیره به عنوان مثال نقش جنسیت میتونه مهم باشه از زیبایی و ثروت و این حرفا رو گذاشتم نقش جنسیت میتونه مهم باشه در بعضی از فرهنگ ها زن باید در خونه بمونه نمیتونه در مناسب سیاسی اقتصادی شرکت بکنه خیلی منطقی نیست بیرون از خونه برای کار بره در یک چنین جوامعی یک زنی که تصمیم بگیره بره سراغه حرفه یا تحصیلات عالیه داشته باشه یا در سطوح تاثیرگذاری فعالیت بکنه ممکنه مورد قضاوت و حجمه بقیه مردها حتی قرار بگیره ارزش ها و اخلاق ها هم این گونه هستن در فرهنگ های متفاوت میشه قضاوت های متفاوتی نسبت به ارزش ها و اخلاق ها داشت در برخی از فرهنگ ها صداقت در شرایطی که کسی آسیب ببینه هم مورد تاکیده در فرهنگ های دیگر خیر حفظ فرد یا خونواده بعضی اوقات ممکن مهمتر از صداقت مطلق باشه شما با اینها کاملا مواجه هستید بنابراین موقع قضاوت اگر این اطلاعات رو نداشته باشید خب ممکنه به خطا بیفتید تعاملات اجتماعی هم همینطور هست ارز کردم در برخی از فرهنگ احترام به والدین یک اصل غیر قابل اجتناب هست و در فرهنگ های شرقی و آسیایی شما هنوز حالا این نگاه انتقادی به این تعابیر کم کم الان شما دارید میبینید در ایران داره شکل میگیره که خب اوکی هر کسی که بزرگتر هست صرفا معنیش این نیست که داره حرف درستی میزنه یا اگر کسی والدین من هست ممکن نظرات اشتباهی هم داشته باشه خب من با بیان بکنم معنیش این نیست که چون تجربه بیشتری در زیست داره حتما داره درست میگه یه جاهای شدیدتره مثلا هنوز کماکان شما در هند این موضوع رو میبینید که خیلی شدتش حتی از جامعه ما هم بیشتره و خب کسی اگه از این اصل پیروی نکنه قطعا قضاوت میشه طرز پوشش هست تاکید بر تحصیلات به عنوان مثال هست در بعضی از فرهنگ ها یک تاکید مؤکدی به تحصیلات عالیه میشه فرهنگ ژاپنی هست فرهنگ هندی هم این موضوع رو پشتیبانی میکنه که اصلا ورود به یک دانشگاه معتبره که نشونه موفقیت و افتخار خانوادگی ممکنه باشه غیر از این باشه شخص مورد فشار و شرمندگی قرار میگیره روابط خانوادگی هست تعاملات جنسیتی بسیار هست که خب دیگه بهتر میدونید امروز در جهان ممکنه شما گرایش جنسیتون در یک جامعه قضاوت سنگین بشه که در جامعه دیگری نرمال باشه روش های تربیت که اصلا دیگه چقدر باید راجع به صحبت بکنیم یک دریا صحبته در بعضی از فرهنگ ها ببین چگونه میشه قضاوت کرد این موضوع در برخی از فرهنگ ها تربیت فیزیکی یک ابزار بسیار معتبر برای تربیت کودکان دیده میشد حتی در جامعه خودمون در نسلهای قبلی احتمالا هم نسلان من دهه شستی های موضوع خیلی بیشتر از دهه هشتاد و 90 ها تجربه کردن به خاطر اینکه در اون فرهنگ خب حالا به گونه دیگری بود من خیلی نمیخوام الان راجبش ورود بکنم و صحبت بکنم دسترسی به در حقیقت منابع بین المللی در این رابطه نبود خیلی تحصیلاتی در این رابطه نبود خیلی اطلاعاتی درباره این که چه تاثیراتی ممکنه این موضوع در آینده اون بچه بذاره نبود حالا نمیپردازم به این موضوع حالا شما فرض بکنید شخصی از جامعه دیگری که این توش باب نیست بیاد در این جامعه و بخواد این رفتار رو قضاوت بکنه یا یک فرد در جامعه که این مدل تربیت توش باب هست بره در جامعه دیگری که این یک جنایت به حساب میاد و خب ببینید اون چگونه پدر مادرها رو ممکنه قضاوت بکنید که چقدر بچه لوس میکنید مصرف مواد مخدر همینطور میبینید در برخی از جای دنیا یه سری مواد مخدر ممکنه آزاد بشه یه سریاش قانونی بشه در جای دیگه دنیا قانونی نباشه در بعضی از خانواده ها مثلا در برخی از فرهنگ ها مثلا مصرف الکل یه چیز ب... 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 کاملا نرمالی به حساب میاد در حد معقولش در بعضی دیگه ممنوع و نکوهش میشه موسیقی و رقص همینطور فشاری که بانوان میاد همینطور رابطه با طبیعت همینطور در بعضی از جوامع بگونه است در بعضی از جوامع بگونه دیگری است مفهوم دیگری که میتونه قضاوت ما رو درگیر کمی و کاستی و خطا بکنه برگرفته از اصول اخلاقیه من خیلی بهش ورود نمی کنم چون شاید بعدا لازم باشه راجع اخلاق یک اپیزود مفصلی داشته باشیم خیلی با هم صحبت بکنیم در این رابطه چون از منظر فلسفی من اصلا هیچ اعتقادی به مفهوم اخلاق ندارم چون انقدر سیاله و انقدر دم به دم میتونه تغییر بکنه که اساسا شما نمیتونید حتی برای اخلاق یک تعریف ارائه بدید بنابراین اگر چارچوب اخلاقی شما به یک گونه در یک اجتماع باشه میتونید هر چیزی رو از منظر اون چارچوب اخلاقی خودتون قضاوت بکنید. بنابراین یه سری چیزها ممکنه قضاوت منفی بشن، یه سری چیزها مثبت. به عنوان مثال اگر چارچوبتون صداقت محض باشه، از یه سری چیزها ممکنه ناراحت قضاوت منطقی راجبش حتی قضاوت منطقی نداشته باشید. یعنی برخی از عکس ها رو چون صادقانه نمیبینید به عنوان مثال مثل سیاستمداران درکش نکنید که چرا باید این گونه باشه. یا اساسا اگر از دریچه احترام به حقوق دیگران نگاه بکنید و این دریچه برای شما یک اصول اخلاقی داشته باشه که با احترام به حقوق دیگران از دریچه اخلاقی یک فرد دیگه متفاوت باشه قضاوتتون نسبت به هم ممکنه خیلی تضاد داشته باشه میان جلوتر میرسیم به اساسا خود مفهوم قضاوت در دنیای مدرن و پست مدرنی که الان توی زندگی میکنیم که اصلا دیگه خیلی پیچیده است یک فعالیت روزمره است قضاوت در دنیای مدرن به واسطه ارتباطات گسترده و این انتقال اطلاعات پرسرعت و فوری اصلا یک چهره جدید به قضاوت داده همین قضیه که دنیامون پیچیده تر و متراکم تر میشه خب توانایی ما برای قضاوت رو هم تحت تاثیر قرار میده دیگه در عصر مدیاهای اجتماعی هستیم و اخبار و اطلاعات به سرعت منتشر میشن ما بمباران میشیم توسط اخبار سیاسی اجتماعی فرهنگی تبلیغات حتی و خب اغلب ما ممکنه بر اساس یک تیتر خبری یا یک پست اجتماعی شروع قضاوت بکنیم بدون اینکه زمان کافی به واسطه سرعت عجیب و غریب زندگی پیدا بکنیم برای اینکه تحقیق بکنیم تعمل بکنیم در مورد این موضوع و خب این یکی از مسائلی است که میتونه قضاوت ما رو تحت تاثیر قرار بده دیگه افزایش تخصص ها و اطلاعات میتونه یکی دیگه از عوامل باشه که روی تصمیمات و قضاوت ما تاثیر بسزایی میذاره در دنیای مدرنیم با انبوهی از اطلاعات و خب از اونجایی که عرض کردم اغلب ما به دنبال خلاصه سازی سریع و قضاوت فوری هستیم چون خیلی سیر زندگی سریع داره میره جلو خب ممکنه عقب بمونیم از این حجم اطلاعات و از همین عقب ماندگی از حجم اطلاعات خیلی ها ممکن سوء استفاده بکنن برای تغییر تمایلات ما یا حتی اصلا فروش کالا به ما به همین سادگی میتونن قضاوت ما رو تحت تاثیر قرار بدن و این میتونه خیلی تصویری درش خیلی تاثیر داره اینه اصلا اساسا این علمی که امروز روش خیلی هم کار میکنن با دیلنگوی زبان بدن برای اقناع یک فرد برای ایجاد اعتماد و جلب اعتماد اینا همه به واسطه تصاویری است که ما ذهن ناخودآگاهمون میاد آنالیز بکنه که آیا اعتماد جلب بکنه یا دافعه داشته باشه نسبت بهش بنابراین همینقدر پیچیده است فشارهای اجتماعی برای پیروی از ترندهای مشخصی میتونه مد برای پوشیدن لباس باشه میتونه نحوه انتخاب باشه میتونه ترند مصرف باشه میتونه یک گویش خاص باشه میتونه یک رفتار خاص باشه فشار اجتماعی برای ما به وجود میاره و شما ببینید شاید حتی اون لباس اون گویش اون اون پویش رو اصلا علاقه خیلی اقلانی هم بهش نداشته باشید ولی برای اینکه از جمع عقب نمونید بخواید ازش پیروی بکنید و این نحوه قضاوت شما رو تغییر میده چون بقیه شما رو اینگونه قضاوت میکنن که از این ترند عقب افتادید و نکته آخری که در این بخش بیان میکنم و میپردازم به اصل ماجرا اتکای بشر به تکنولوژی برای تصمیم گیری و قضاوت هست به ویژه در امروز در عصر ای, ای که در آینده نچندان دور احتمالا بخش اعظمی از ما کارهای روزمرهمون رو هم به هوش مصنوعی خواهیم سپرد که او برامون قضاوت بکنه و خب میدونید او هم میتونه تاثیرات متفاوتی بر روی ما داشته باشه با توجه به اختلافات فرهنگی که داریم و با توجه به دیتایی که از خود ما میگیره برای قضاوت کردن رفتارها و علایق و سلایق این مثالا رو من زدم که نشون دهنده پیچیدگی و چالش های قضاوت چه در دنیای باستان در دوران قدیم در صده های گذشته چه در دنیای مدرنند که تحت تاثیر متغیرهای متعددی هن و خب به مرور زمان هم در حال تغییرن در نهایت میرسیم به امروز دنیای یک انسان مدرن که در این دنیا قضاوت نیاز به آگاهی تعمل و تفکر داره افزونگی اطلاعات و سرعت تغییرات نیازمند فرایند قضاوت مبتنی بر آگاهی و تفکر نواکنش های فوری و سطحی و سریع همه این موارد رو مطرح کردم که شما رو در این زمینه نسبت به نظر خودم به آگاهی برسونم که چقدر قضاوت میتونه خطا داشته باشه چقدر قضاوت میتونه مشکل داشته باشه چقدر میتونه قضاوت نادقیق باشه و حتی چقدر میتونه غیر منصفانه باشه اما اصل موضوع همینجاست در عین حال با علم به تمام مسائلی که گفتم چه از منظر ناخداگاه و حتی از منظر خداگاه ما در عین خطا پذیر بودن و حتی غیر منصفانه بودن قضاوت کردن ما یک امر کاملا طبیعی و واجبه چون در بسیاری از موارد مغز خزنده ما به دلیل نحوه تکاملمون این دستور رو اجرا میکنه حتی ناخداگاه و ما نه تنها باید همدیگه و جامعهمون رو قضاوت بکنیم بلکه ناچاریم به اینکه دائما همدیگه و اجتماعمون و محیط و شرایطمون رو قضاوت کنیم و شاید بهتر باشه به جای بیان این جمله رمانتیک که از بار مسئولیت پذیریمون کم میکنه هم مسئولیت پذیری خودمون هم مسئولیت پذیری اطرافیانمون که ما نباید همو قضاوت بکنیم کمی خیردمون رو به قضاوت صحیح تجهیز بکنیم تمرین داره راهکار داره عرض کرده بودم خدمتون که قضاوت یکی از فعالیت های برجسته انسانیه که میتونه خیلی راحت توسط عواطف و تجربیات گذشتگانمون افکار پیش تأثیرات تاثیرات اجتماعیمون خب اینا تاثیر قرار بگیره دیگه بنابراین برای افزایش دقت و انصاف در قضاوتمون راه و تمرین میتونیم بکنیم یکیش تعمله یکیش آگاهیه به خودمون زمان بدیم که در مورد تصمیمی که میخوایم بگیریم یا قضاوتی که میخوایم انجام بدیم کمی تعمل بکنیم بدون تاثیر عواطف تصمیم گیری بکنیم جمعوری اطلاعات بکنیم اگر وقت داریم قبل از انجام هر قضاوتی تلاش بکنیم اگر زمان کافی هست اطلاعات دقیق و کافی رو جمع آوری بکنیم که مطمئن هم بشیم منابعمون معتبره در دیدن اخبار به ویژه این مسئله رو ما باش دست به گریبانیم بررسی دیدگاه های مختلف میتونه به ما کمک بکنه در تدقیق تصمیماتمون و قضاوتمون یعنی از دریچه های متفاوتی به یک فرد، یک اجتماع، یک شی حتی اگه میخوایم بخریمش نگاه بکنیم این باعث میشه که دید وسیعتری به اون موضوع یا اون فرد یا اون موضوعی که میخوایم قضاوتش بکنیم داشته باشیم از تشخیص تأثیرات پیش‌داورانه آگاه باشیم این خیلی مهمه این بسیار مهمه همیشه تو ذهنمون به دنبال الگوها و پترنها و پیش‌داوری‌های باشیم که میتونه تصمیمات ما رو تحت تأثیر قرار بده من مثال برای شما میزنم اینکه فکر بکنید آیا همیشه با یک گروه خاص از افراد موافقید اگه هستی چرا یک پترن دیگه یک پیش‌داوری است یک موضوع دیگه ای که میتونه در قضاوت به ما کمک بکنه یکی از ویژگی های انسانه که به واسطه تکامل به دست آورده من در کتاب انسان خردمند راجع به صحبت کردم انسان تنها موجودی است که میتونه در رابطه با چیزهایی که ندیده صحبت بکنه در رابطه با چیزهایی که اصلا وجود نداشته هم صحبت بکنه و خیال پردازی بکنه بنابراین انسان قابلیت تصویرسازی سنگین و عجیب و غریبی داره بنابراین چرا از این استفاده نکنیم از تمرینهای تصوریمون وقتی که میخوایم قضاوت بکنیم خودمون رو در موقعیت های متفاوت قرار بدیم اگر یک شخص خودمون رو در موقعیت اون شخص تا حد امکان قرار بدیم تا بهتر درک بکنیم که چرا یک عمل خاص رو انجام یا یک تفکر خاص رو داره ارتباط موثر هست اینکه چگونه سوال بپرسیم چگونه اطلاعات جمع بکنیم آموزش و پیشرفت فردی هست اینکه اول اساسا قضاوت رو باید از خودمون شروع بکنیم روانشناسی بخونیم فلسفه بخونیم موضوعاتی که درک ما از قضاوت رو بهبود میده اساسا در انتها من بخوام بگم بهبود قضاوت مستلزم تلاش مداوم و میدون دادن به بخش خداگاه ذهنمون هست که کمی ناخداگاهمون رو کنترل بکنه یا کمی هم حتی تدقیق بکنه بنابراین ما قضاوت رو باید از خودمون شروع بکنیم علا رقم این که باید دیگران رو هم قضاوت بکنیم و ما اصلا نمیتونیم قضاوت نکنیم الان یه دو تا مثال عجیب و غریب برای شما میزنم که بدونید یک شعار بیشتر نیست این که ما کسی رو قضاوت نمی کنیم و در شرایط مختلف همه رو قضاوت می کنیم خیلی جذابم هم این کار رو انجام میدیم بدون این که خودمون بفهمیم مثلا فیزیک ما این کار رو انجام میده قضاوت رو باید ابتدا از خودمون شروع بکنیم و یک دریافت دقیقی از واقعیت خودمون پیدا بکنیم اینکه چقدر ما با داشته هامون قضاوت میکنیم و تحلیل میکنیم تا با خواسته هامون خیلی متفاوته ما اگر از خودمون یک درک دقیق پیدا بکنیم اول به قضاوت خودمون بنشینیم جایگاه خودمون رو در اجتماع خیلی دقیق پیدا میکنیم و خب این واقع گرایی میتونه به ما کمک بکنه که انتخاب هامون هم انتخاب های منطقی تری باشیم از همه اینها گذشتیم از تمام ضعف که ممکنه قضاوت ما داشته باشه گذشتیم همه رو با هم بیان کردیم چه چیزهایی میتونه روش تاثیر بذاره و چه چیزهایی نمیتونه روش تاثیر بذاره اما الان میرسم به سالهای بسیار حساسی که به من و شما نشون میده که برخلاف چیزی که میگیم ما واقعا همه رو قضاوت میکنیم و این اصلا شرمالود نباید باشه این یک واکنش طبیعی و منطقی حتی اگر منصفانه نباشه من برای شما مثال میزنم این مثالی که میخوام بزنم چندین مثال میزنم این اولیش رو اتمالا اگه داخل ایران زندگی کرده باشید سالیان متوالی بهتر درکش میکنید اگر در ایران زندگی کرده باشید بسیار با این مواجه میشید که یک موتوری داخل پیاده رو شروع بکنه به حرکت کردن برای اینکه ترافیک رو دور بزنه یا به دلایل دیگری یا ممکنه بخواد قصد سرقت داشته باشه فرض بکنید که شما در یک پیاده رو در حال تردد هستید و صدای یک موتورسیکلت از پشت به گوش شما میخوره و شما دارید با موبایل صحبت میکنید یا اگه خانم هستید یا آقا هستید شما در سمت راست پیاده رو دارید حرکت میکنید سمت چپتون خالی صدای موتور رو هم در پیاده رو میشنوید چقدر احتمال داره که کیفتون یا موبایلتون رو بدید به دست راستتون که چسبیده به دیوار هست همینجوری که این صدا رو میشنوید آیا این قضاوت هست یا نه حتی بر نگشتید اون موتوری رو ببینید که ببینید کسی هم ترک اون موتور سوار هست تنهاست شکل و شمایلش چه شکلی فقط صرفا با شنیدن صدای اون موتور اولین المانی که به شما منتقل میکنه چیه اینکه اون آدم میتواند یک متخلف باشد چرا چون با موتورش تو پیاده روه اونقدر وقت ندارید که تحلیل بکنید اونقدر وقت ندارید برگردید که شکل و شمایل اون آدم رو بسنجید ببینید باکسی عقب موتورش هست شاید پیک قزاز شاید تو ترافیک مونده شاید اگر بشینید یک شخصی است که ممکنه پیک باشه با موتورش کار میکنه و خب برای درآمد بیشتر این کار میکنه که زمان رو کمی دور بزنه اما وقتی که این رو میشنوید به احتمال زیاد اگر گوشه گرون قیمتی دارید و دارید باش صحبت میکنید میدید به دست راستتون که به سمت دیواره کیفتون رو بیشتر محافظت میکنید آیا این یک قضاوت هست از اون شخص که راکب اون موتوره یا نه راکبی که شما حتی ندیدیدش حتی وقت نداشتید برگردید شکل و شمایل او رو ببینید که قضاوت بکنید آیا الان دارید قضاوت میکنید یا نه ساده از کنارش میگذرید حتما پاسخ بدید یا نیمه شبه نیمه شب شما پس از ساعت دوازده یک شب یک خانومید پیاده دارید توی خیابون راه میرید برید به سمت منزل یا حتی یک آقایید سر خیابون یک پسر تنومندی رو میبینید مرد تنومندی رو شکل و شمایلش نحوه اصلاح صورتش نوع پوششش جور جذابی نیست و خب شما خط و خشهایی رو روی دست و صورت او میبینید که ممکن ناشی از ضربات چاقو باشه البته نمیدونیم ممکن تصادف هم کرده باشه و شیشه قوله تو سر و دستش رفته باشه مت رد بشید برید به سمت منزل همینطور که رد میشید او هم به دنبال شما راه میفت یکی دو دقیقه دنبال شماست تا برسید خونه تو یکی دو دقیقه زربان قلب شما بالا خواهد رفت یا نه شما دارید بر اساس ظاهر او و شرایط قضاوتش میکنید دیگه میتونید نکنید میتونید به احساس خطر فکر نکنید مغز شما در این کار انجام میده هر چه قدم که بخواید جلوش رو بگیرید من انقدر اگزجره شده دارم بیان میکنم که به یک نتیجه برسیم دارید بر اساس ظاهرش قضاوتش میکنید. ممکنه هر آدمی باشه اون موقع شب اگر به عنوان مثال خانم باشید یک ترسی در دل شما باشه که چرا داره با شما هم مسیر میشه. اما اگه ظاهرش این گونه باشه بسیار این ترس وحشتناکتر خواهد شد برای شما چون شما دارید قضاوت میکنید. حتی اگر خداگاهانه نخواهید. مثال یک فردی که متهم به تجاوز جنسی به کودکان بود رو یادتون هست عرض کردم؟ همینجوری ممکنه در اخبار بشنوید عموم جامعه هم یه واکنشی نشون بده خب شما هم نیازی ندارید که قضاوتی بکنید بهش اما سوال اگر این فرد حتی در حد یک شایعه متهم به یک تجاوز جنسی به کودکان بوده باشه و شما مواجه بشید با اینکه امکان اینکه کودکتون باهاش تنها باشه رو متصور بشید کودکتون رو با او تنها میذارید فقط شایعه ای شنیدید یا نه حتی یک فردی به این اتهام در دادگاه هم رفته باشه و انجام هم داده باشه در سالیان دور و درازی در گذشته حکمش رو هم گرفته باشه جزاش رو هم کشیده باشه و سالیان درازی هم از این حادثه گذشته باشه و خب دیگه این کار رو هم انجام نداده باشه شما علم به این داشته باشید که حالا ممکنه در شرایط اجتماعی بوده شرایط فرهنگی مشکلات فردی دست به انجام یک همچین کار ناشایستی زده آیا حاضرید یک همچین فردی رو با بچهتون تنها بذارید؟ آیا اگر به دنبال پرستار برای فرزندانتون بگردید و او یکی از گزینه ها باشد؟ حاضرید اصلا به این گزینه فکر بکنید و لطف میکنید به من بگید دارید بر اساس چی قضاوت میکنید؟ خیلی مهمه و سوال آخر من اگر در هر کدوم از این قضاوت که عرض کردن در این ستا مثال که احتمالا غیر منصفانه هم ممکنه باشه اشتباه کرده بودید این اشتباه شما دلیل کافی به شما میده که اگر باز هم در این شرایط قرار گرفتید همین قضاوتی که این دفعه کردید رو نکنید یا باز هم اگر در این شرایط قرار بگیرید این قضاوت رو میکنید لطفاً به این سوالات خیلی شفاف پاسخ بدید چون به همون کمک میکنه که درک بهتری پیدا بکنیم که این جمله که ما نباید هم رو قضاوت کنیم اگر جنبه فضولی داشته باشه و اگر لازم نباشه با اون شخصی که یا با اون جامعه ای که قضاوتش میکنیم همزیستی نزدیک داشته باشیم میشه پذیرفت که اصلا چرا ورود میکنیم بهش مسلما دیگه قضاوت نیست فضولیه اگر ما امکان همزیستی بود آیا شما میتونید شخص و عمل رو با هم جدا بکنید آیا اصلا امکان پذیره یا اصلا ذهن شما و ناخداگاه شما ورود به قضاوت این حوزه ها نخواهد کرد؟ عرض کردم اینها مثال های خیلی اگزاجره شده است. مثال های خیلی جزئی تر و سطحی تر رو در طول روز از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم باش مواجه هستیم. بنابراین منتظرم کامنتاتون رو بخونم. لایو فرداشب شب یا پس فردا شب تو اینستاگرام رو هم فراموش نکنید. پست طولانی شد. میبینمتون به‌زودی.